سریال شربت زغالخته با شروع فصل سوم خودش باز هم تونست مخاطبانش رو به پای صفحه‌های نمایش بکشونه و اونها رو جذب خودش کنه. البته که به نظرم این فصل سریال در شروع بسیار ضعیف عمل کرد. اما خب امیدواریم که این سریال بتونه جذابیت خودش رو مثل دو فصل قبلی حفظ کنه. همونطور که خیلی هاتونم ممکنه بدونید این سریال توی فصل دوم خودش تونست تا در بالاترین سطح ریتینگ سریال‌های ترکیه قرار بگیره و با پخش قسمت آخر فصل دوم رکورد ریتینگ قسمت آخر سریال‌ها رو شکست. اما خب همونطور که گفتم شروع خوبی برای فصل سومش نداشت و این مسئله به خاطر چند دلیل مهم اتفاق افتاد. یکی از اتفاقات بزرگ و شاید شوکه کننده توی فصل سوم این سریال خروج کاراکتر آلف از داستان بود که یه جورایی رابطه آلف با عبدالله با اینکه مورد انتقاد خیلی از مخاطبان بود ولی در عین حال میشه گفت نمک این سریال بود و به داستان رنگ و بوی دیگه بخشیده بود. مجده اوزبان که توی این سریال به کاراکتر آلف جون میبخشید با اینکه در قسمت‌های ابتدایی نقش آنچنان مهم ایفا نمی‌کرد، با نوشته شدن سناریوی رابطش با عبدالله که مرد بسیار مذهبی هم بود، خیلی زود به یکی از شخصیت‌های مهم سریال تبدیل شد. در ادامه رابطش هم خبر بارداریش در انتهای فصل دوم باعث شد تا طرفداران این کاراکتر خودشون رو آماده کنن تا توی فصل بعدی سر و صدای زیادی به پا کنه و درد سرها و مشکلات زیادی رو برای خانواده اونالها به همراه بیاره. اما با رفتن این بازیگر از سریال و داستان تقریبا آبکی که برای حذف اون نوشته شد مخاطبین بسیار بهت زده شدن، چرا که همه منتظر بودن تا ببینن داستانی که اینقدر دنبالش کردن بالاخره چه نتایجی به همراه میاره، نه اینکه تیم سریال خیلی راحت این داستان رو از سر خودشون باز کنن. از بین این همه اتفاق سوالی که برای خیلی از مخاطبان و طرفداران پیش اومد این بود که علت خروج ناگهانی بازیگر کاراکتر آلف یا همون مجده عثمان چی بوده و چه اتفاقاتی در پشت پرده این سریال افتاده. با اینکه این شخصیت نقش منفی در سریال داشت ولی در عین حال به خاطر کارهایی که کاراکتر پنبه میکرد و خیلی هم موافقش نبودن یه جورایی از نقش آلف خوششون میومد و این علامت سوال برای همه پیش اومده که چطور شده که مجده عثمان حتی توی صفحه اینستاگرامیش پاسخ دنبال کنندگانش رو با بی احترامی میده. بازیگر نقش آلف یعنی مجده عثمان متولد سال 1984 و در استانبول به دنیا اومده. این بازیگر 40 ساله که کار خودش رو با برنده شدن در مسابقه مدلینگ الیت در سال 2001 شروع کرد، اولین تجربه بازیگری خودش رو در سال 2008 توی سریال عشقهای شکسته به دست آورد. مجده در سال 2010 در مجموعه های تلویزیونی بازار بزرگ و عشق یک رویاست به عنوان بازیگر مهمان حضور داشت. بعد هم با بازی در سریال های 20 دقیقه در نقش کیوزگون و بازی در نقش آرمین هاتون در سریال سده باشکوه بیشتر شناخته شد و برای بازی در نقش نازلی در سریال راهزنان بر دنیا حکومت نمی کنن انتخاب شد. در نهایت هم بین سالهای 2018 تا 2019 با بازی در نقش زمرد در سریال گناهان پدرم و نقش فوندا در سریال جنگجو به شهرت رسید. البته هیچ کدوم از این شناخته شدن و به شهرت رسیدن ها مثل محبوبیت این بازیگر در سریال شربت زغالخته نبود. میشه گفت کاراکتر آلف در سریال شربت زغالخته نقطه عطفی برای این بازیگر بود و جایگاه مجده عثمان رو در این سنت بسیار بالا برد. البته مجده با بازی در این نقش دچار حواشی های زیادی هم شد، چرا که کاراکتر آلف توی داستان این سریال عاشق شخصیت عبدالله شد و چون عبدالله متأهل بود باعث شد تا مورد انتقادات زیاد و بعضن مورد حمله کلامی از طرف مخاطبان این سریال قرار بگیره. حتی مدتی هم شایعه شد که مجده توی زندگی واقعیش هم همچین شخصیتی داره و با بازیگر قبلی نقش عبدالله یعنی ستار تانرئون وارد رابطه عاشقانه شده که در نهایت این مسئله از طرف هر دو بازیگر تکذیب شد. اواخر فصل دوم این انتقادها به حدی رسید که مجده عثمان ادعا می کرد حال روحی خیلی بدی داره و در نهایت با گذاشتن چند رشته استوری از سندروم خستگی خودش صحبت کرد. بعد هم عنوان کرد که انگار ما بازیگران مثل حیوانات داخل باغ وحشیم و مردم با نگاه کردن ما از پشت قفس راجع به همون هر نظری میدن.
بعد از چند روز این بازیگر دوباره توی استوری اکانت اینستاگرامش گفت که سر صحنه فیلم برداری دچار حمله آسپ شده و حرفایی که زده همه روی تخت بیمارستان و به خاطر حال بدش بوده. اما با انتشار استوری یکی از میکاپ آرتیستای تیم سریال که یه جورایی حرفای مجده رو با حالت تمسخر تکرار کرده بود، تیر نهایی به کاسه صبر این بازیگر خورد. و با اینکه این گریمور از کادر پشت صحنه اخراج شد، مژده عنوان کرد که دیگه قادر به ادامه دادن نیست. البته این بازیگر قرار بود تا توی تعطیلات بین دو فصل سریال تصمیمش رو بگیره که میخواد مجدد به این سریال برگرده یا نه. و حتی کاراکتر سونمز یعنی آلی اوزوناتان هم توی مصاحبه‌ای که داشت گفته بود مژده تحت تاثیر کار زیاد دچار خستگی شده و در مورد رفتن از سریال هم گفت اون بعد از اینکه یکم استراحت کنه دوباره به این سریال برمیگرده. توی تعطیلات تابستونی هم با دیده شدن مژده اوزمان با دو کانگونگور در تفریگاه چشمه همه تقریبا مطمئن بودن که حرفایی که مژده زده فقط به خاطر خستگی و عصبانیت بوده و از سریال قرار نیست که جدا بشه. حتی این بازیگر توی مصاحبهش در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد فصل جدید شربت زغالخته هیچ اطلاعاتی از عدم حضورش توی فصل جدید نداد و فقط خندید. اما با شروع فصل سوم مشاهده حذف و جدایی این کاراکتر از سریال بودیم و این مسئله مخاطبان زیادی را از این تصمیم دلشکسته کرد. در نهایت طی هفته گذشته در مصاحبه‌ای که تهیه کننده این سریال یعنی فاروق تورگوت داشت اعلام کرد که تیم این سریال توی فصل دوم با مژده به مشکل برخوردن. اونها در ابتدا فکر میکردن که این بازیگر تحت فشار کاریه، اما بعدا متوجه شدن که اون برای سریال جدیدش یعنی عشق ازدواج طلاق قرارداد امضا کرده. در نهایت هم تیم سریال تصمیم گرفت که با سناریوی مرگ آلف در هنگام زایمان اون رو از سریال خارج کنه. فاروق اعلام کرد که مژده اصلا اصول حرفه‌ای رو رعایت نکرد و حتی حاضر نشد برای سکانس مرگش و تمام شدن نقشش در این سریال برای یک روز دیگه توی کادر سریال حضور پیدا کنه. و همین مسئله هم باعث نارضایتی زیاد مردم از قسمت اول سریال شد. چرا که با دیده نشدن سکانس‌های بد شدن حال آلف و مرگش هیچ احترامی به مخاطب گذاشته نشد. مسئله بعدی که توی قسمت اول بسیار شوکه کننده بود عدم حضور کاراکترهای چیمن و اموت بود که این دو کاراکتر بسیار به نقش آلف نزدیک بودن و این عدم حضور در مراسم ختم هیچ توضیحی نداشت. جالبه بدونید که بازیگر نقش چیمن یعنی سلین تورکمن هم با گفتن این که میخواد درسش رو ادامه بده از این مجموعه جدا شده بود و در داستان سریال هم با همین سناریو به یک شهر دیگه رفت و در نهایت مشخص شد که این دلیل فقط بهانه‌ای بوده تا این سریال رو ترک کنه، چرا که این بازیگر هم برای سریال دیگه‌ای به نام توت سیاه که قراره به زودی پخش بشه قرارداد امضا کرده. مسئله آخری هم که توی قسمت اول بسیار مورد انتقاد قرار گرفت و خیلی به چشم اومد حضور فیراد چریک کاراکتر جمال در سکانس مراسم ختم آلف بود، چرا که هنوز مدت زیادی از آشناییش با کیویل جیم نگذشته و دلیلی برای حضور این کاراکتر در این سکانس وجود نداشت و خیلی از مخاطبان معتقد بودن نویسنده این سریال یعنی خانم ملیس چیولک به جای توجه به نکات کوچک اما مهم داستان بیشتر تمرکزش روی نقش دخترش یعنی فیزا جیولکه که نقش نیلای رو ایفا میکنه. در نهایت باید گفت با اینکه این سریال در فصل دوم پایان باشکوهی داشت، فصل سوم خودش رو بسیار ضعیف شروع کرد. شما هم نظرات خودتون رو در مورد فصل سوم و شروعش توی قسمت کامنت ها برامون بنویسید. اگر هم این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و اگر به سریال های ترکیه و بازیگران ترک علاقه دارید همین الان عضو کانال بشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.